زهرا سروش هستم، برنامه جربوزه. خانم دکتر فوجان زینی روانشناس و آقای دکتر علی شمی روانپزشک. کلمات، باورها، واژه ها در مکانهای مختلف و زمانهای مختلف نمیدونم چرا معنا و مفهومهای مختلف پیدا میکنن. از جمله کلمه اعتیاد، یه زمانی یک جمله رو میتونستی راجبش بگی و یک تعریفی داشته باشه، ولی الان اونقدر گسترش پیدا کرده هم از نظر مداوا هم از نظر تعریف که ما دست به دامن روانپزشکان و روانشناسان میشیم تا دنیای اعتیاد رو بشناسیم، چون میگن هر مسئله رو که بشناسی و مشکلی رو بدونی راحت‌تر میتونی حلش بکنی. با سپاس از عزیزانمون در برنامه در خدمتتون هستیم که اول اعتیاد رو از طرف شما تعریف بکنین برامون توی دنیای جدید. و آخه یه زمانی میگفتن اعتیاد مواد مخدر فقط بود، ولی الان میگن اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به خیلی چیزا بهش اضافه شده. تفکیک این موارد، یکی استفاده از هر رفتار و یا یک ماده و یا ابیوس، سوء استفاده از اون ماده یا رفتار که زیان میگذاره، و یا اینی که یک شخصی بهش اعتیاد داره، یه تفکیک به خصوصی داره. و چون راجع به اعتیاد دارین صحبت میکنین، بیشتر این رو اینطور نگاه میکنن. اگر از ماده‌ای دارین استفاده میکنین که داره بهتون ضرر میرسونه، ضررهای مختلف در زندگی، نه فقط فیزیولوژی بلکه روحی، روانی، قانونی، نظر ارتباطاتی که اشخاص با هم دارن، ضرر داره میزنه. اگر ماده ای هست که اون ماده جوری داره استفاده میشه که بعدش از بدن آمدن بیرونش اثر میذاره، تاثیر میذاره، و اینکه هی بعد اون ماده رو بیشتر استفاده بکنین تا اینی که بتونین همون احساس شوق و کیف و شعف رو بکنین. و قسمت بعدیش اینه که چطوری این از مغز، و میدونم شما دوست دارین راجع به صحبت کنین که در مغز چه اتفاقای فعل و انفعالاتی میفته، یک ارگانی در مغز تفاوت پیدا میکنه و از یک جای خط نامرئی رد میشه که از استفاده میره توی اعتیاد، که اون دیگه اون خط مرزی دیگه بر نمیگرده. راجع به همه چیز میتونه باشه، حتی مشروبات همه چیز میتونه باشه. ولی یک مسئله بسیار مهم اینه که خیلی موقع اعتیاد رو یک فقط جسمانی میبینن، در که اعتیاد یک بیماریه که قسمت بیماری‌های روانی گذاشته شده در حقیقت، در بیماری‌های زیر بیماری‌های روانیه، نه زیر بیماری‌های جسمانی. بله، به هر حال همینطور که اشاره کردید، تعریف اعتیاد یه مقداری وسعت پیدا کرده، ولی مکانیزم اتفاق افتادن اعتیاد که وابستگی هست لغت فارسیش، همون هست که ما همیشه باهاش آشنایی داشتیم. انسان به اصطلاح غیر وابسته که متکی نیست به یه مواد دیگری یا وسایل دیگری یا رفتارهای دیگری که او رو خوشحال بکنه، وابسته میشه، متکی میشه به یک ماده که ما بیشتر به عنوان مواد مخدر میشناسیم، ولی مواد محرک هم میتونه باشه، مواد دیگری هم میتونه باشه، حتی موادی که به طور خوراکی مصرف میشه، مواد غذایی میتونه باشه که اعتیاد شخص پیدا بکنه. الکل که خیلی فراوان در غرب هستش و آزاد به عنوان ماده غذایی مصرف میشه، میتونه سوء استفاده ازش بشه یا مصرف غیر معمول غذایی ازش بشه، که ابنان تعریفش هم نظر پزشکی عوض شده، الکحال یوز دیزوردر، دیگه الکحال ابیوز یا الکحالیزم ما به کار نمیبریم، میگیم الکحال یوز دیزوردر، که این تعریف جدید به اصطلاح تشخیصی هست. خب با این مشکلی که ما سر کار داریم، باید ببینیم که چجور میشه این رو از کنارش رد شد، معتاد نشیم، برای اینکه همین لغت اعتیاد یک برچسب بسیار ناراحت کننده و خطرناکیست که واقعا هم با واقعیات ارتباط داره. ما نمیخوایم هیچ کسی معتاد باشه، میخوایم با زندگی روزمره سرکار داشته باشیم، با اینترنت، با وسایل مختلف، گاهی قماربازی بعد دوستانه تو منزلم مشکل نداره، ولی الکل هم گاهی اونهایی که قبول کردن به عنوان مواد غذایی با غذا میخورن، ولی مواد دارویی که اثر ضد درد داره برای درد فقط مصرف بشه، نه برای لذت بردن. تریاکی که در خون و منازل هستش، مادر بزرگا همیشه برای گوش درد بچه مصرف میکردن یا برای اسهال استفاده میکردن، این وسیله نباشه برای لذت بردن، برای فرار از کار و موقعیت های اجتماعی که آدم رو مجبور میکنه که درگیر بشه با اونها، ولی با نشئه شدن میتونه اونها رو فراموش کنه. اینا همه معضلات اعتیاد، وابسته شدنه.
وابستگی از مغز شروع میشه. وقتی که شروع شد یه بیماری مغزی است. همه جا شما نگاه بکنید در علم پزشکی نگاه بکنید میگید addiction is a brain disease. ولی خیلی ها نمیخوان باور کنن. ولی دلیل نداره که وجود نداره. هست. وجود داره. حالا شاید در یه دیاگرامی هم که در همین برنامه نشون داده میشه. نشون داده میشه که در مغز ما فعل و انفعالاتی اتفاق میفته. چه در رفتار بیمارگونه اعتیادآور. چه در مصرف مواد مختلف اعتیادآور. در یه جایی از مغز که به اصطلاح لیمبیک سیستم میگیم با عواطف و احساسات ما ارتباط داره یه محلی به وجود میاد محل لذت بردن افراطی و این محل لذت بردن افراطی به وسیله این دارو اتفاق میفته و یا مواد مختلف یا رفتارهایی که ما به عنوان بیماری بشناسه میشه همون طبقه اول مغزمون در حقیقت حالا اگر روی زیر زمین زیر زمین مغز این که بله. طبقه اول اگر در سطح اتفاق میافتاد پاک کردنش هم راحت‌تر بود چون با عقل و منطق و هوشیاری ارتباط نزدیکتری داشت ولی هر چقدر مغز رو ما میرویم در قسمت‌های عمیق‌ترش بله. به مراکزی میرسیم که اینا قابل تغییر نیستن به سادگی اون مراکز که بسیار قسمت خاکستری مغز هست هستای واقعا فعال مغز هستن اونجا هستن که تحول درش ایجاد میشه در اونجاست که ما میبینیم که اگر دوپامین با طور معمول با لذت بردن زیاد شما هیجان زندگی رو هر چی رو میخواید حساب بکنید لحظه‌ای باشه یا اینکه مداوم باشه پیدا میکنید برای اینکه دوپامین در مغز سرشو میشه دوپامین یه ماده حیاتی بسیار لذت بخشی است مثل شیرینی یا عسل که وقتی به دهنتون میذارید الان صحبتش هم کردن دهن شما حتی آب شد و این شیرینی رو شخص احساس میکنه وجود داره ولی این شیرینی موقت بد باشه چرا برای اینکه همون ماده شیرین از سلول که میاد بعد برگرده به سلول یعنی یک دایره مشخصی رو طی بکنه ولی ماده مخدر چیکار میکنه تحریک بکنه سلول رو به مقدار زیادتری ترشح بکنه دوپامین در اون محلی که باید باشه 10 برابر 100 برابر بیشتر میشه و یا اینکه مانع برگشتنش میشه که واقعا اون سلولی که باید آماده باشه برای جذب مجدد این دوپامین اون رو خفه میکنه به میگیره جلوش رو اون دیری که در درون مغز به وجود اومده و موجب میشه که این نشاط ادامه پیدا کنه و شخصی که با نشاط افراطی زندگی میکنه آدم طبیعی نیست با نشاط واقعی زندگی نمیکنه اونجاست که اعتیاد واقعا میشه یک وسیله برای لذت بردن برای شخص تا زندگی معمولی که ما میتونیم بدون اعتیاد داشته باشیم. آیا عکس العمل مغز نسبت به اعتیادهای مختلف یک گونه هست؟ یعنی کسی که اعتیاد به اینترنت داره با کسی که به الکل و یا مواد مخدر که اسمشو گذاشتیم مواد مخدر آیا مغز اینا رو از هم تشخیص میده تفکیک میکنه و عکس العملش متفاوته یا نه فقط دوپامین اضافه میشه روی همشون قاعدتا خب دوپامین تفاوت پیدا میکنه بین ماده‌ای که شما دارین استفاده میکنین ولی اون رفتار یا ماده تأثیرات متفاوتی دارن یعنی شما اگر قماربازی دارین میکنین ماده جداگانه ای در بدنتون نمیریزین ولی به خاطر اون حرکتی که دارین میکنین یک مقدار دوپامین درون بدن خودتون رو سرج میدین میاد بالا یا برمیگرده و یک رفتار به خصوصی رو مثل یک ریچوال مثل یک فرهنگ به خصوصی دائم دارین انجام میدین و کلش یک دفعه با هم میاد مثلا سوار دوچرخه میشین همش شروع میکنه با هم اومدن 10 سال هم دیگه دوچرخه سواری نکرده باشین تا بشین تو دوچرخه تمام این سیستم با هم دیگه قفل شده میبینین یک سری رفتارها همش با هم دیگه قفل شده پس اگر رفتاریه که اون حالتو داره اگر که ماده‌ایه که دارین استفاده میکنین نسبت به اون ماده قاعدتا تغییر بدنتون تغییر بده مثلا بعضی از ماده ها دیپرسنتن بعضی ها محرکن مواد شیمیایی طبیعتاً متفاوت هستن مثلا بعضی از موادی که محرک هستن اینها آدرنالین رو تحریک میکنن و مراکزی که آدرنالین میسازن در مغز و در بدن که تبدیل میشن به یه ماده محرک اونها رو تشدید میکنن و به این ترتیب شخص عادت میکنه به این هیجاناتی که این ماده آمفتامین ها الان مواد بسیار خطرناکی هستن که در اختیار جوانان هستن متاسفانه شیشه مت اسامی مختلف okay. خیابانی داره ولی خب سالها ما میشناختیم وجود داشته از نظر دارویی هم اثر به خصوصی داره روی
اتنشن دفیسیت که بعضی ها مصرف میکنن، ولی باید زیر نظر دکتر باشه، مقدارش باید مشخص باشه، بیش از حد نباشه. تمام این موادی که وجود داره در طبیعت و یا به صورت دارو از نظر شیمیایی تهیه کردن، یک خواص دارویی داره، ولی در این حال در کنارش هم خطرات اعتیاد وجود داره در بیشتر مواقع. ولی این توی سوالی که کردید و شما فرمودید که رفتارهای انسان هم که اعتیاد آور هستن، البته روی نوروترانسمیتر خاص ممکنه مؤثر نباشن، ولی مجموعه رفتار تکراری لذت بخش که از واقعیت دور هست بیمارگونه است. شما نگاه بکنید ساعت‌ها یه نفر نشسته جلوی کامپیوتر بازی میکنه، این بازی هیجان ایجاد میکنه، هیجان در مغز عامل به وجود آمدنش دوپامین هست و دوپامین رو از طریق رفتارش ایجاد میکنه و اون لذت این که بره من کوشش بکنم با یک کسی دوست بشم، برم باهاش شام بخورم و لذت معاشرت رو ببرم، اون رو حذف میکنه، جایگزین میکنه با لذت مجازی. لذت معمولی اصلا دیگه اونقدر لذت وجود نداره، دیگه خنثی میشه. موضوع ترکش رو اگه بخوایم بگیم، مثلا تو برنامه‌های جربوزه قبلی که ما شنیدیم از کارشناسان، مثلا میگن اگر کسی علف یا ماریجوانا مصرف بکنه مدت کوتاهی میتونه ترکش کنه، ولی اگر که مثلا شیشه مصرف کنه یا مواد دیگه خیلی سخت ترکش و همراه با درد و زمان و مشقت‌های دیگه همراهه. آیا این ترکش که متفاوته تو نوع اعتیاد اثرگذار نیست؟ یک مسئله ترکه که من دوست دارم شما لطف کنید راجع به اون قسمتی صحبت کنیم، ولی قبل از اون یک مسئله میخوام روشن بکنم و اونم اینه که ترک یک ماده 10% ماجرای اعتیاده. 90% اعتیاد اینه که چون عادت کرده اون شخص و اون قسمت مغزی که داشتیم صحبت میکردیم بیمارگونه شده، فقط از یک ماده به یک ماده، از یک حرکت به یک حرکت دیگه ای میره. به خاطر همین خیلی ها فقط و فقط مسئله اعتیاد و استفاده و بعد ترک یه هفته تا دو هفته تا دردش رو دارن میبینن، بلکه اون کل ماجراش فقط 10% بیماری اعتیاده. و به خاطر همین مطرحه که مثل اینکه مثلا ما بگیم یک نفر سرطان داره، دوره شیمی درمانیش چقدره و آیا حالش بد میشه زمان شیمی درمانی یا نه، ولی شیمی درمانی یه قسمتی از کل ماجرای بیماری سرطانه. آیا برمیگرده، بر نمیگرده، چطوری برمیگرده، اینو دوست داشتم یه مقدار معین کنم، تشخیص بدم. در مورد اعتیاد وقتی ما صحبت میکنیم واقعا راجع به رفتار داریم صحبت میکنیم. دانشجویی که توی مدرسه شب نمیخوابه به خاطر درسش، داره زحمت میکشه درسشو بخونه، این موفق خواهد شد برای اینکه وقتش رو تنظیم کرده برای. ولی دانشجویی که درسشو نخونده، روزهای آخر میخواد هول هول این درسو بخونه که نمره خوب بگیره، این موفق نخواهد شد. حالا میاد مطب دکتر میگه من تمرکزم کمه، در حالی که باید بگه ما وقتم کمه، تمرکزش کافیه ولی وقت کافی برای خودش نذاشه، دنبال بهانه میگرده که یه چیزی رو مصرف کنه، شب نخوابه چون خوابش میاد و اون ماده محرکه. حالا ممکن پر دکتر نیاد که بهش راهنمایی بکنه، بگه تو باید برنامه ریزی میکردی که بتونی درست رو به موقع بخونی و نمره بهتری بگیری، اگر هم تجدید شدی حتما برنامه ریزی کن برای قبول شدن. ولی میره پر دوستش میگه من نمیتونم درس بخونم، تمرکز ندارم، چیکار بکنم؟ میگه من یه قرصی پیدا کردم به من دادن، حالم خوب میشه و تو هم بخور. اون چیه؟ آمفتامینه. آمفتامینه میخوره، دو شب میمونه که بیدار میمونه، حالا وقتم داره یا نداره دیگه مسئله نیست، ولی بیدار موندن رو دوست داره، دلش میخواد نشاط هم داشته باشه، این رو تکرار میکنه. اون جوانی که میره دنبال این ماده با اون جوانی که نمیره دنبال اون ماده و درسش میخونه، دو تا آدم متفاوتن. چرا اون زمینه اعتیاد رو پیدا کرده؟ در خانواده اعتیاد وجود داشته و یا اینکه آدمی است که مشکلات عاطفی خلقی داره، افسرده است، نتونسته درس رو بخونه به موقع و در نتیجه دنبال راه حل میگرده و اینجاست که باید واقعا پدر مادر آگاه باشن و راهنمایی کنن فرزندشون رو، بدونن مشکلاتی اگر داره مشکلاتش رو حل بکنن. البته بین 1% هم ممکنه ADD داشته باشن، ADHD داشته باشن، اونم به موقع باید مراجعه بکنن برای درمان مناسب. ببینید اعتیاد در اطراف ما هست، مثل هر میکروبی که میتونه آدم رو که مستعد سرماخوردگی رو ایجاد بکنه براش، ولی مقاومت بدن ما، مقاومت شخصیت ما و مغز ما میتونه ما رو مسون بکنه از خطر اعتیاد. اعتیاد رو باید شناخت و دنبالش نرفت. اگر ببینید توی فرزندتون نشسته پای کامپیوتر
به بهانه های مختلف ادامه میده، شما باید کوشش بکنید که اون رو جهتش عوض کنید، فکرش عوض کنید. عادت کردن به یک کاری تکراری لذت بخش. درست. الان بینندگان عزیزمون دارم میگن آقای دکتر گوش نمیدن که هر چی بهشون میگیم کار خودشون رو میکنن. شما میفرمایید ولی ما هر چی عملا انجام میدیم. دنیای روان پزشکی قدیمی تر الان تعداد اعتیادها بیشتر تشخیص داده شده. مثلا یه زمانی چون اعتیاد رو تعریف میکردن که مواد مخدر، اگه یه نفرم رفتاری مثل قمار داشت اسمشو نمیگفتن اعتیاد، ولی الان دنیای جدید پزشکی و روانشناسی خب جز اعتیاد میدونه این قضیه رو. آیا دنیای روان پزشکی قدیم تا الان برای راه حل ها راحت تر نشده، راه حل های آسونتری به وجود نیومده توی نوع داروها و عوارضشون، یا هنوز همونه؟ داروهای جدیدی معرفی شدن برای درمان علائم بازگیری از این مواد که جنبه پزشکی داره، جنبه درمانی. مثلا کسی که الکل مصرف میکنه به مقدار زیاد و الکالیک هستش یا الکحال یوز دیزوردر داره، باید حتما قطع بشه الکل مصرف کردنش و جایگزین بشه اون الکلی که در مغز براش ایجاد آرامش میکرده یا اینکه افسردگیش از بین میبرده به دلایلی خوابش نامرتب بوده، اونها رو با داروهای مناسب جایگزین کرد و بهش یاد داد که چطور میتونه با این مسائل کنار بیاد بدون که متوسل بشه به الکل. البته داروهایی هست که جلوگیری میکنه حتی به میل الکل مصرف کرد. حتی تزریق داروی ما داریم به نام نالتراکسون که ماهیانه اگر یک کسی تزریق بشه اصلا نمیتونه الکل مصرف کنه و الکل رو اصلا ازش بدش میاد. خب این مغز رو ما تونستیم آماده بکنیم برای نپذیرفتن یه ماده‌ای که به طور بیمارگونه بهش اعتیاد پیدا کرده. در مورد مواد مخدر مثل تریاک و فرآورده‌های تریاک مثل کدئین، قرص‌های ضد درد، همچنین هروئین، ماده دارویی هستش که به نام بوپرونورفین هست، سباکسون سبیوتکس اسم شیمیایی تجارتیش از آمریکا، در ایران هم هستش این دارو، پزشکان مصرف میکنن و میگن به بیمار مصرف کنه. وقتی این دارو مصرف میکنه هم اثر شبیه تریاک داره هم اثر ضد تریاک داره و در نتیجه شعف و نشاط افراطی پیدا نمیکنن ولی آرامش پیدا میکنه شخص. و وقتی با 8 میلی گرم یا 4 میلی گرم آرام میشه دیگه دنبال ماده بیشتری نمیگرده. مثلا شما غذا خوردید، چلو کباب خوردید، معدتون پر هست و راحتید و اگر غذای دیگه هم خورشت قرمه سبزی هم دوست دارید بیارن جلوتون، میگید من نمیخوام الان گرسنم نیست و این حالت میل کم میکنه. میل کم شدن میل و نداشتن اون اشتها رو ما بهش میگیم واقعا ساتیسفکشن یا نداشتن کریوینگ. این مرحله گذشت، بعد روانشناس بالینی یا خانم دکتر و با جلسات گروهی خانواده ما میتونیم شخص رو هدایت بکنیم به طرف یه رفتار غیر بیمارگونه یا رفتار مناسب بدون محتاج بودن به مصرف الکل یا مواد مخدر. خب این یه درمان کامله، در حقیقت مکمل هم دیگه است. یعنی افراد باید این دلخوشی داشته باشند که مراجعه بکنن هم به روان پزشک هم به روانشناس و در کنار هم این مجموعه بتونه کمکشون بکنه و مشاورین و ناامید نباشن، بلکه هر کدوم از این تیم کار به خصوصی رو انجام میده. روان پزشکان کاری که انجام میدن همونطور که الانشون توضیح دادن دارو درمانی و حتی بعد از اینه که اون ترک کرد ممکنه احتیاج داشته باشن که ضد افسردگی یا ضد تشویش و اضطراب داشته باشن، داروهای اون مدلی برای تمام عمرشون داشته باشن. مشاورین اعتیاد کاری که انجام میدن در حقیقت دور در فضای روزمره با رفتارها کار میکنن. مگه کسانی که معتاد هستن یک ویار به خصوص، یک کریوینگی هست که چون یک عادتی رو همیشه انجام دادن در همون زمان در همون شرایط اون بدن احتیاج داره، کشش پیدا میکنه، هر چیزی ممکنه اون علائمش اون شخص رو تریگر کنه. مشاورین اعتیاد، گروه های 12 قدم، کسانی که در کنار اون شخص هستن، چون به اصطلاح روان پزشک و روانشناس هر لحظه در اختیار شما نیست که ساعت 3 بعد شب یه دفعه ویارت میگیره، باید کسانی گروهی رو داشته باشی که بتونن در خدمتت باشن، باهات کار بکنن که به بهبودی رسیدن، که تو رو از اون مرز رد کنن. روانشناسان رفتارهای دیگه ای رو، یه مقدار مسائل عمقی که وجود داره برای شخصی که اگر تروماهای به خصوصی در کودکی داشته یا حوادث، مسائل به خصوصی از نظر افسردگی براش به وجود اومده، کل سیستم خانوادگیش رو زده به هم زده به خاطر اعتیادش یا سیستم خانوادی به هم خورده بوده و بعد این اتفاق افتاده باشه، روانشناسان مشاورین خانواده اون قسمت ها رو باز میکنن و معمولا از روزی که طرف ترک میکنه که دیگه استفاده نمیکنه، اگر واقعا
تو این تیم بتونه کار بکنه 2-3 سال طول میکشه تا روش اصلی زندگیشو واقعا پیدا بکنه و به جلو بره. ولی یکی از موارد مهم اعتیاد اینه که میگم مثل یه میمون اینجا نشسته همینجور تو گوش میخونه و منتظره که یک زمانی رو پیدا کنه که دوباره بگه من کنترل کردم، میتونم کنترل بکنم و یه بار دیگه استفاده کنم، اشکالی نداره. و این اعتماد به نفس بی خودی در حقیقت کاذب دوباره خیلی موقع اون شخص رو برمیگردونه. مثلا میبینیم مثلا یه نفر 15 سال ممکنه ترک کرده باشه و یک دفعه برمیگرده و یا اینی که به خاطر بیماری اعتیاد میبینیم که از یک ماده به یک ماده دیگه یا از یک ماده به یک رفتار دیگه میره و به خاطر همین که کمک میکنه که درمانشون با مشاورین باشه. در حقیقت یاد یه خاطره افتادم از داریوش اقبالی عزیز، هنرمند خوبمون، که میگفت همیشه یه اجدها سرشونه هست. ممکنه همش باید بخوابونیش، خوابش کنی، یه روزی ممکنه دوباره بیدار بشه، باید حواست باشه که اون بیداری رو جلوش بگیری و کنترل بکنی. این که اشاره کردید که بعضی ها فکر میکنن اگر اعتیاد خیلی ساده تر شروع بشه و مسئله نیست، مثل ماریجوانا که امروز متداول شده، اینطور نیست. بلکه ماریجوانا واقعا ثابت شده که درها رو باز میکنه برای اعتیادهای بزرگتر. جوانی که احتیاج داره ماریجوانا مصرف کنه که بتونه درس بخونه مشکل داره، یا اینکه سر کار بره مشکل داره، یا خوشحال باشه مشکل داره. جوان خود جوانی خوشحالی ایجاد میکنه. من فکر میکنم جوانی مجموعه همه این امکانات هست، به اضافه اون پیتفال ها و مشکلاتی که ممکنه جوان باهاش روبرو بشه برای خطر اعتیاد، باید همیشه آگاه و متاسفانه اعتیاد زمانش تغییر پیدا کرده و داره به نوجوانی میرسه. یعنی شما اگر مثلا 30-40 سالگی گهگداری داری ماریجوانا میکشی، خطرش ممکنه کمتر باشه. تا الان نوجوانان مؤسن 11-12 سالگی دارن ماریجوانا میکشن، در اینکه کل ساختار مغزشون داره تغییر پیدا میکنه و اگر این خبر اشتباه داره تو دنیا پخش میشه که ماریجوانا اعتیاد نمیاره، سپاسگزارم از شما عزیزان. به لحظات پایانی رسیدیم. این سوال اعتیاد مثل اینه که از کامپیوتر بپرسی دیگه چه خبر. اونقدر پاسخ هست، اونقدر گوناگونی داره و اونقدر گسترده است که بهتون قول میدیم در برنامه‌های بعدی در مورد نقش فامیل و خانواده و چه کار میتونیم بکنیم برای عزیزانمون در این ارتباط باز هم صحبت‌هایی داشته باشیم. با سپاس از شما و تشکر از بینندگان خوبمون.